این ارتباط همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی که از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند. آقای عطاری خوش آمدین. سال هاست درباره کمبود بودجه برای خرید دارو صحبت میشه. با توجه به تجربه شما در حوزه پزشکی اجتماعی، اینکه تهیه دارو به یک مشکل اساسی بدل شده، چه بحران‌هایی در حوزه بهداشت و درمان در پی خواهد داشت؟ خب این مسئله در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسیده، بحرانی که از زمان هاشمی رفسنجانی شروع شده بود و با به وجود اومدن و روی کار آمدن هر دولت این بحران شدید و شدیدتر شد تا الان که با تصمیم به قطع ارز ترجیحی به شرکت‌های داروسازی و واردات دارو منجر به این بحرانی شده که الان هیچ راه حلی براش در واقع ندارن. سیستم دارویی که الان ما باهاش مواجه هستیم بعد از حذف ارز ترجیحی به شرایطی رسیده که نه شرایط بازار آزاد رو داره، به نحوی که اگر مواد اولیه با ارز آزاد تولید میشه نرخ دارو هم به صورت آزاد تعیین بشه و بعد شرکت‌های بیمه بیماران رو پوشش بدن و داروها رو پوشش بدن برای این مسئله. اما ما با شرایطی مواجه هستیم که داره مواد اولیه با نرخ و ارز آزاد وارد میشه، اما دستور و قیمتگذاری دستوری داره اجرا میشه و شرکت‌های بیمه هم دارن از پوشش بیمه‌ای شونه خالی میکنن. در این شرایط در جواب سوال جناب عالی باید عرض بکنم که ما به شرایطی الان رسیدیم که در بازار دولتی و شرایط موجود داروهای درجه دو و سه از شرکت‌های دو و سه دنیا، هندی و بقیه جاها داره وارد میشه، داروهایی که نه بیماران به دلیل عدم نتیجه گیری تمایلی به استفاده دارن و نه پزشکان تمایلی به تجویز دارن، برای که میبینن نتیجهی برای بیمارانشون نداره. نتیجه این میشه که الان تمام داروهای اساسی که باید برای بیماران مورد استفاده قرار بگیره باید از بازار آزاد تهیه بشه، بازار آزادی که باز به دلیل فساد سیستماتیک موجود الان در دست شرکت‌هایی هست که وابسته به ستاد اجرایی هستن. بنیاد برکت و ستاد اجرایی سهم بسیار بزرگی از واردات اختصاص ارزهای اختصاص داده شده و همچنین بازار مصرف و توزیع رو در اختیار دارن. اگر قبلا ما حداقل به ظاهر مافیای دارو رو جدای از دولت می‌دیدیم، الان دولت بخشی از این مافیاست و به همین دلیل هست که این کلاف سردرگم هیچ راه حلی براش وجود نداره مگر اینکه واقعا این مافیایی که توسط دولت هم بهش احاطه داده شده و معاون اول رئیس جمهور هم بخشی از این هست، این پایان داده بشه و شرایط به شرایطی بازگرده که یا بازار دارویی آزاد باشه یا بازار دارویی دولتی، و بینابین این امکان پذیر نیست که بشه براش راه حلی پیدا کرد. آقای عطاری، اگه بخوایم از منظر سلامت به این قضیه نگاه کنیم، چقدر کمبود دارو میتونه به جهش بیماری ها و بحران سلامت در کشور منجر بشه؟ خب ما الان اگه با آمار نگاه کنیم، اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. بله، اگر که ما با آمار نگاه بکنیم میبینیم که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل درمان یا میزان شیوع بیماری های مقاربتی به عنوان مثال یا سایر بیماری هایی که میتونه با واکسن اختصاص داده شده یا با داروهای مؤثر جلوش گرفته بشه الان آمارش افزایش پیدا میکنه و اینها همش ناشی از همین بحرانی هست که الان ما در دارو و درمان داریم.